و اما عمر سلیمان، کشاورز سوری که حالا خواننده معروف در شرق و غرب است، اخیراً کنسرتی در عمان پایتخت اردن برگزار کرد که با استقبال پرشوری از طرف هوادارانش روبرو شد. عمر سلیمان، سوپر استار سوری، با عینک آفتابی منحصر به فردش و لباس سنتی عربی در عمان و در مقابل هزاران نفر از طرفدارانش به روی صحنه رفت. سلیمان یک کشاورز بود که بعدها یک خواننده معروف در عروسی‌ها شد. او در سال 2011 به دلیل جنگ داخلی سوریه مجبور به ترک شهر و دیار شد و به ترکیه مهاجرت کرد. سلیمان از سبک موسیقی تلفیقی پیروی می‌کند، تقلیدی از غرب، تلفیق آهنگ‌های سنتی و قدیمی عربی با موسیقی الکترونیک. عمر سلیمان در گوش و کنار جهان از جمله لندن، ایالات متحده، کانادا، استرالیا و حتی در ژاپن برای دوستانش کنسرت اجرا کرده است. این خواننده 50 ساله سوری می‌گوید شهرتش را به خاطر سبک خودش کسب کرده. او می‌گوید سبکش تقلید از هیچ سبکی نیست. انا اغنی شبیه دائما. آهنگ‌های من همیشه آهنگ‌های قومی هستند. من با موسیقی محلی شروع کردم و با موسیقی محلی تمام می شود. یک موسیقی ساده. معمولاً اشعار را ترانه سرا می نویسد، اما گاهی اوقات کلمه ها و جمله ها را در کنسرت و روی صحنه فی‌البداهه می سازم. عمر سلیمان که 9 فرزند دارد میگوید طرفداران او در غرب بیشتر از جهان عرب هستند، اما میگوید از اینکه این جمعیت مشتاق را در عمان پایتخت اردن، جایی که برای اولین بار برنامه اجرا میکند، میبیند خوشحال است. به محض اینکه سلیمان شروع به اجرای آهنگ معروفش وارنی وارنی میکند، جمعیت حاضر در کنسرت با هورا کشیدن و فریاد و رقص از این آهنگ استقبال میکند. اریک، یکی از کسانی که در این کنسرت شرکت کرده بود، گفت با سلیمان در مونترال کانادا آشنا شده و مشتاق بوده دوباره شاهد اجرای زنده این هنرمند سوری باشد. کلی جوان امشب اینجاست. من فکر میکردم عمر سلیمان فقط در غرب معروفه، اما حالا میبینم که در شرق هم طرفداران زیادی داره. ویدیوهای سلیمان در یوتیوب بیش از 19 میلیون بازدید کننده داشته است. آخرین آلبوم او به نام به سوریه با عشق در تاریخ 2 ژوئن منتشر شد. کنسرت عمان را آکادمی موسیقی ردبول برگزار کرد.